مراسم اهدای 20 جوایز انجمن بازیگران فیلم 28 دی ماه در لس آنجلس برگزار شد و دست اندرکاران سینما و تلویزیون مورد قدردانی قرار گرفتند. بزرگترین برنده این مراسم گروه بازیگران فیلم اخاذی آمریکایی بود. برادلی کوپر از طرف دیگر بازیگران از جمله کریستیان بیل، ایمی ادامز و جنیفر لارنس جایزه را دریافت و از دیوید اوراسل کارگردان فیلم قدردانی کرد. فیلم اخاذی آمریکایی همچنین برای جوایز اسکار در 10 بخش از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردان نامزد شده است. فیلم داستان دو شیادی را نشان می‌دهد که در دام FBI گیر افتادند و در ازای آزادی خود باید در دستگیری سیاستمداران رشوه‌خوار با مأمور FBI همکاری کنند. جایزه بهترین هنرپیشه به متیو مکاناهی برای ایفای نقش یک فعال ایدز در فیلم باشگاه خریداران دالاس تعلق گرفت. این فیلم بر اساس داستان واقعی راد وودروف ساخته شده است. جارد لتو همبازی مکاناهی نیز جایزه بهترین هنرپیشه نقش دوم را دریافت کرد. کیت بلانشت هنرپیشه استرالیایی جایزه بهترین هنرپیشه زن را برای فیلم یاسمن آبی ساخته وودی آلن دریافت کرد. بلانشت یکی از مدعیان اصلی جایزه اسکار است. Hosting women and the next you're measuring their shoe size and fitting them. Lupita Nyong'o, بازیگر تازه‌کار جایزه بهترین هنرپیشه نقش دوم زن را از آن خود کرد. او هنگام دریافت جایزه گفت: پدرم اولین کسی بود که وقتی این نقش را دریافت کردم به او خبر دادم. به او گفتم براد پیت را میشناسی؟ من با او در این فیلم بازی خواهم کرد. او گفت او را شخصا نمیشناسم ولی خوشحالم که این نقش را گرفتی. من هم خوشحالم و متشکرم. نیونگو جایزه را برای ایفای نقش یک برده سخت کوش در فیلم 12 سال بردگی دریافت کرد که نامزد 9 جایزه اسکار است، از جمله جایزه بهترین هنرپیشه زن نقش دوم.